چهل سازمان غیر دولتی و سازمان حقوق بشری از جمله اف بین الملل در بیانیه مشترک اعلام کردند که مقامهای عربستان سعودی در حالی میزبان انجمن مجمع حکمرانی اینترنت آی را بر عهده گرفتند که منتقدان فضای مجازی و حقیقی خود را زندانی می کنند که این مسئله عمق ریاکاری و رفتار دوگانه آنان را برملا می کند. همکارم در گزارش خود به واکاوی این موضوع پرداخته که توجه شما را به دیدن و شنیدن آن جلب کنم. 19 همین مجموعه حکمرانی اینترنت با حضور رهبران اقتصاد دیجیتال 160 کشور جهان از 15 تا 19 دسامبر 2024 در مرکز همایش های بین المللی ملک عبدالعزیز در ریاض پایتخت عربستان سعودی برگزار می شود. در این مجمع بیش از ده هزار کارشناس از 160 کشور جهان شرکت خواهند کرد و بیش از هزار نفر سخنران بین المللی در بیش از 300 جلسه و کارگاه آموزشی شرکت نموده و سخنرانی خواهند کرد در این مجمع تدوین روندها و سیاستهای های بین المللی در مورد تحولات حاکمیت اینترنت مورد بحث قرار خواهد گرفت در همین راستا چهل سازمان غیر دولتی و سازمان حقوق بشری از جمله اف بینان ملل در بیانیه ای مشترک اعلام کردند که مقامات عربستان سعودی باید فورا همه کسانی را که به طور خودسرانه و صرفا به دلیل بیان نظرات خود بازداشت شدهاند پیش از برگزاری مجمع آینده مجمع حکمرانی اینترنت در ریاض آزاد کنند یکی از موضوعات کلیدی در مجمع سالانه سیاست عمومی دیجیتال که قرار است از 15 هم تا 19 هم دسامبر 2024 برگزار شود، پیش برد حقوق بشر در عصر دیجیتال است. این سازمان ها عربستان سعودی را که میزبان این رویداد است را به ریاکاری متهم کرده و بر این واقعیت تاکید کردند که همچنان سرکوب باستان فضا ناپدید شدن اجباری و ارعاب منتقدان در سکوت در این کشور ادامه دارد اگنس کالامار دبیر کل اف بین ملل در این رابطه گفت که مقامات عربستان سعودی صد روز قبل از شروع این مجمع فرصت دارند تا صداقت خود را نشان داده و سرکوب شدید آزادی بیان را کاهش دهند و ثابت نمایند که از این رویداد به عنوان فرصتی برای انجام اصلاحات واقعی و نه به عنوان بخشی از سرپوش گذاشتن بر آنچه که در واقع در عربستان سعودی در حال رخ دادن است استفاده خواهند کرد مقامات سعودی برای اثبات اینکه میزبانی آنها از این کنفرانس در مورد آینده حکمرانی اینترنت برای پاک کردن حقایق نیست باید قبل از شروع ای جی اف همه کسانی را که صرفا به دلیل استفاده از حق آزادی بیان در فضای مجازی و حقیقی بازداشت شده اند آزاد کنند. آگنس کالامار دبیر کل اف بین همچنین تاکید کرد که بسیاری از فعالان جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشر که معمولا در کنفرانس سالانه شرکت می کنند نگرانی های جدی خود را در مورد سفر و عربستان سعودی برای شرکت در این کنفرانس ابراز کردند و با توجه به پیشینه عربستان سعودی در ساکت کردن و زندانی کردن منتقدان از دستگیری آزار و اذیت یا کنترل میترسند اف بین از کمیته سازماندهی آی خواسته تا از مقامات سعودی تضمین های لازم مبنی بر اینکه هیچ کس از ورود به کشور برای شرکت در کنفرانس من نخواهد شد را دریافت کنند تا هیچ یک از شرکت کنندگان آی با هیچ گونه آزار و اذیتی از جمله بازداشت و کنترل مواجه نشده و همه شرکت کنندگان بتوانند آزادانه صحبت کنند. در سالهای اخیر اف بین رخدادهایی را مستند کرده که طبق آنها مقامات سعودی سرکوب وحشتناکی را علیه افرادی انجام دادند که حتی کوچکترین دیدگاه مخالف یا انتقاد آنلاین از خود نشان ندادند. اگنس کالامر دبیر کل اف بین تصریح کرد این موارد بیانگر حقیقت تاریکی در مورد سرکوب آزادی بیان آنلاین توسط مقامات سعودی است که اگر آنها در رابطه با ایفای نقشی در رهبری جهانی در سیاست عمومی دیجیتال جدی هستند باید ازم خود را به منظور احترام گذاشتن به حق آزادی بیان برای همه افراد با اصلاح قوانین مبهمی که در رابطه با برخی از کنش ها مانند قانون مبارزه با جرایم سایبری جرم انگاری می کنند جزم نمایند و قاطعانه به روش های سرکوبگران نسبت به منتقدان فضای مجازی و حقیقی پایان دهند